به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان. انشالله که شاد و سلامت باشید. خب خبر فوری دارم براتون. آقای یوگی پرگوژین که در واقع رئیس یا رهبر گروه واگنر بودش و اینا گروهی بودن که در اوکراین خیلی خوب پیشروی کردن و اومدن گفتن که کودتا کرده در روسیه علیه آقای پوتین و خیلی داستانه بودش. من برنامه ساختم دربارش، میتونین برین اون برنامه رو ببینین. حالا این خبر فوری 2 ساعت پیش رسیده که ایشون تو هواپیمایی داشته میرفته، در یه هواپیمایی حالا هرچی، و در یک منطقه خیلی امن مسکو هواپیما سقوط کرده و همطور که در این عکس میبینین همطور که در این عکس میبینین اینجا خب در هر صورت دود شده رفته هوا. آقای دکتر به شما خوش آمد میگم و میخوایم بدونیم که شما فکر میکنین که چه کسانی پشت این میتونن باشن. البته الان همینا در رده حدس و گمان هست، ولی در هر صورت شما یه مطالعاتی انجام دادین، فکر میکنین your best guess، بهترین حدسی که میتونین بزنین چیه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. به هر حال جهان هر لحظه آبستن حوادث جدیدی هست و مرگ مثل عجل معلق بالای سر همه ما میچرخه تا که به هر حال بر شانه ما بشینه و این نفس و این عمر حالا ارزشمند یا غیر ارزشمند ما رو بگیره. عرض حضور شما که خب این آقای یوگنی پرگوژین، حالا تلفظ‌های مختلف، مرگش هم یک مرگ به قول معروف هالیوودی و فانتزی بود، یک مرگی بود که به هر حال همه جهان را تحت تاثیر قرار داد و اگر برین خبرگزاری های جهان رو ببینین همه میبینین در مورد ایشون دارن صحبت میکنن. بله خب این که حالا به هر حال کاملا مشخصه ایشون هواپیماش سقوط کرده و به احتمال زیاد با 2 تا تیر موشک مورد اصابت قرار گرفته، چون اون محلی که هواپیما سقوط کرده اون کسایی که اونجاها زندگی میکردن صدای شلیک 2 تیر موشک و همچنین رد دود موشک ها را در فضا دیدن و اینکه با 2 تا موشک هم سقوط کرده خودش بازم سوال برانگیزه. حالا بستن مطمئن بشن دیگه. بله اینکه چرا حالا این اتفاق افتاده، اگر فرض بگیریم که واقعا ایشون هواپیماش با موشک ساقط شده 3 تا حالت ما میتونیم مد نظر داشته باشیم، یکی خطای انسانی یا خطای سیستمی که این به هر حال احتمالش هست ولی خیلی بعیده، به خاطر اینکه میدونین که هواپیماهای مسافربری یا بگیم به طور کلی بگیم هواپیماهای غیر نظامی اینها یک سری ویژگی‌های خاصی دارن که سفر اونها را امن میکنه. و جدای از اون خود رادارها اینقدر پیشرفت شدن که حجم هواپیما، اندازه هواپیما، سرعت و مسیر و همه چیز اونها را کنترل کنن و متوجه بشن که این یه هواپیمای مسافربریه یا یه هواپیمای جنگیه و خیلی چیزهای دیگه. به هر حال اون چه که نشون میده این هست که نمیتونست خطای انسانی باشه، حالا یه وقت جنگ سایبری باشه که اونم بعیده، مگر اینکه واقعا آمریکا یه سلاحی، یه سیستمی، یه چیزی داشته که تا حالا رو نکرده. حالا نمیدونیم اینا را میشه به هر حال خیلی با احتمال کم در نظر داشته باشه. یه احتمالی که قوی تر میتونه باشه میتونه این باشه که ایشون حذف شد. میدونیم ما از این حذف ها زیاد داشتیم تو طول تاریخ، به پادشاه، حتی به پسرشون، به برادرشون و حتی به کل طایفشون رحم نمی کردن. مثل داستان مثل محمد علی قاجار که میدونید که
چقدر جنایت کرد در مورد ایل و تبار خودش، یا همین شاه عباس صفوی کاری که با فرزند خودش کرد، یا خیلی کسای دیگه که معمولا اخیراً، حالا خیلی هم اخیراً نه، همون صدام هم همچین اتفاقی افتاد. خود این صدام اون که کمی سنشون بیشتره میدونن، یه جنرالی داشت به نامی عدنان، جنرال عدنان رشید عدنان، همچین اسمی داشت که یادمه. بله اینم تقریبا یه شخصیتی مثل همین آقای یوگنی داشت، یوگنی پرکیوژن داشت، که تو جنگ ها خیلی موفق بود، یعنی کسی که واقعا روی سپاهای ایران میتونست حرفی برای گفتن داشته باشه. این بود و حتی یه پاش هم تو جنگ از دست داده بود و با پای مصنوعی معمولا میمد رو تانک ها و آدم نترسی بود و میمد خط مقدم و میرفت بالای تانک و از رو تانک لشکرش را زیر اون گلوله باران شدید هدایت میکرد، که به خاطر محبوبیت زیادی که داشت و همچنین قدرت و نفوذی که در میان جنرال های صدام داشت، اون وقتی جنگ تموم شد خود صدام بله هلیکوپتر اون رو توی هوا یا توی فضا منفجر کرد و به هر حال از خطر این و احتمال کودتا یا حالا هر چیز دیگه خودش رو حفظ کرد. حالا یه احتمالش هست، این احتمال زیاد به نظر من این هست که ایشون به وسیله خود سیستم روسیه هست شد به این شکل، که به هر حال به خاطر تون روی های زیادی که داشت و همینجور محبوبیت زیادی که بین مردم روسیه داشت و عمدتاً خیلی زبان تند و تیز و فحاشی داشت و اینها آزار میداد جنرال های ارشد و حتی حالا شاید پوتین را، به این شکل از شر ایشون یا حالا بگیم از خدمات ایشون یا هرچی از شرش راحت شدن و طبق یک برنامه، چون هواپیمایشون حالا جایی سقوط کرد که امترین جاست، یعنی شمال غربی مسکو، ظاهرا ایشون داشت اسم می‌رفته به شهر سن پترزبورگ برای برنامه خاصی، که همون موقع که بلند میشه از فرودگاه در شمال غربی مسکو شهری هست به نام تور، تاور تور، حالا نمیدونم چطور تلفظ میشه، اونجا سقوط میکنه یا در واقع با موشک میزنند. حالا این که به وسیله خود حکومت روسیه هست شد، بازم دو حالت داره، آیا خود روس، خود پوتین دستور مستقیم پوتینه، یا به هر حال دستور یک سری از جنرال های ارشد در وزارت دفاع و یا حالا وزارت جنگ روسیه، چون میدونیم که حالا این آقای مقدار حرمت پوتینا داشت ولی واقعه جنرال ها را به شدت توبیخ میکرد، فوش میداد و اون برنامه هاش معروف بود که میرفت بالا سر اجساد سربازای روسی توی جبهه و شروع میکرد به همه پوشای رکیک دادن که این کشته ها حاصل مدیریت شماست و شما بلد نیستین بزنگین، شما حرومزاده ها راحت توی دفتراتون خوابیدین و منشی های خوشگل دوره برادون رو گرفتن و زبونای مردم اینجا لک و پار میشن، از این حرفا خیلی میزد و حالا یه بخشش حرف حق دیگه آقای دکتر. حالا به هر حال مورد تنفر جنرال های ارشد وزارت جنگ و حالا تنفر و حسادت میشه گفت، بله هم حسادت هم چینه، چون اینا به شدت به وسیله اون تحقیر شده بودن، چون به هر حال ایشون یه شخصیتی بود که تو سوریه خیلی زنگیده بود، کاریزما داشت، چون سوریه هم زنگیده، اینا براش یه حمد و سوره بخونیم یا نه. حالا ببینیم، بله حالا یه جورایی هم به هر حال با ایرانی هم کاری داشته توی سوریه و تو اوکراین، همین واگنر بود میزنگید خود حتی نیرو هواییش، نه اون مقداری از نیرو زمینیش که بود بیشتر اینها بودن و اخیراً هم تو نیجر دخالت کرده بوده اینها. حالا از این دو حالت پیش نیست، ولی قضاوت کردن زوده، ما دیتا هامون خیلی کمه، هیچ اطلاعاتی آقای دکتر من یه چیزی، شما میدونین که دیتا
اون چیزی که باید پنهان بمونه هرگز رو نمیاد، هرگز نمیان بگن که کی بود، چرا زدنش اینا. اگه که اونا زدنش، همینطوری دیتایی نخواهیم گرفت. همین چیزایی که شما میگین همینا میشه دیتا یا فکت. حالا به هر صورت این اتفاقی که افتاده باید دید که حالا چی میشه، ولی به هر حال مرگش تایید شد. معاونش هم توش بوده، 8 نفر باش همراه بودن تو هواپیما. چرا؟ که هر 8 نفر فوت شدن رفتن توی هوا و حالا به هر حال سرکارشون با نکیر و منکر و با اعمال و جنایات و خدماتش. به هر حال همین مرگ از اون چه که فکر میکنیم به همه ما نزدیکتره و به هر حال از ایشون باید عبرت بگیریم. ولی خب حالا این دیدگاه های سیاسی هم بود، حالا ببینیم تا حالا امکانش هستش که مثلا سران میخوام بگم امنیتی یا همطور که شما گفتین دفاعی ارتشی روسیه خدمتش رسیدن بدون اینکه آقای پوتین بدونه، چون ایشون آشپز پوتین گفتیم، چه بسا آقای پوتین ندونه، یا اینکه حالا شما گفتین شاید هم خودش میدونه و میخواستن که چون ربل بود، ربل یعنی سرکش و یه آدم خیلی نترس و اینا. بعید میدونه پوتین ندونه. ببینید چون اگه اینا بدون اجازه پوتین کار کرده بودن، همین سرنوشتم در انتظار خودشون بود. آها، کسا که این کار همه معمولا سیستمیه، یعنی ها ببین این راحت نیست که شما بیاین فرمونده یه یگانه موشه، چون سیستم موشه که به صورت گردانیه، یعنی یه نفر نیست که شما و یه نفر تصمیم گیرنده نیست. معمولا وقتی یه موشک میخواد شلیک بشه از 12 تا، حالا بستگی به نوع مدیریتی که چیده باشن، از 12 تا مجرا میره. مگه حالا در شرایط خیلی جنگی که دیگه خود فرمونده تمام اختیار رو به اون اپراتور میده، میگه و اینقدر شرایط حساسه که تو حق داری که هر آن که فکر کردی خطری هست شلی کنه. ولی با توجه که این خود سرعت هواپیما کند بوده و تازه بلند شده بوده، اینا فرصت داشته که اون اپراتور پشت موشک از فرمانده های بالاترش کسب تکلیف کنه. و این اتفاق نمیتونه یه اتفاق این باشه که حالا، چون ببین سیستم های موشکی در واقع بعضیشون 12 تا قلف دارن، یعنی اون فرمانده بالا یه باید قلف ها با کنه، بعد فرمانده بعدی اونم قلف ها با کنه، فرمانده بعدی هم. این نیست که اون پایین بزنه بره، اون پایین اگه خودش یه وقت دیوونه بشه، یه وقت یکی بهش پولی داده باشه، یه خیانتی چیزی بکنه ولو بزنه، میگم حالا اون شرایط استثنایی که تمام قلفا رو براش وا کردن اون جنبش فرق میکنه، ولی به طور عادی وقتی یه موشک میخواد شلیک بشه از 7-8 تا حداقل پست رد میشه و اونها قلفا رو وا میکنن. امکانش هست که این موشک از جایی دیگه اومده باشه، مثلا این چون یه آدمی بودش که مردم روسیه دوستش داشتن، محبوب بوده بین اونا، مثلا آمریکایی‌ها بزننش بعد بخوام بندازن گردن پوتین، پوتین رو خراب کنن، نمیشه؟ نه امکان نداره، چیزی امکان نداره. تو خود بالا سر مسکو این اتفاق افتاده. حالا اگه نمیتونستن موشک، منظورم اینه که از اوکراین، از یه جایی از که در واقع همین جریان آمریکایی پشتش باشه. نه چون فیلماش هم هست. آها. و شواهدی که خود محلی میگن و فیلمایی که دوتا شما رد خط موشک تو آسمان میبینی، احتمالا فردا فس فردا کسایی هم باشن که فیلم گرفته باشن برخوردش به موش، برخورد موشک به هواپیما رو نشون بده. آها. چون تازه است. ما حالا ممکنه فیلمای خیلی زیادی بیاد بیرون و اطلاعات زیادی بیاد. به هر حال بیشترین حدسی که میشه زد این هست که ایشون به وسیله خود سیستم دولت روسیه حذف شده به این شکل. آها. که هم تقریبا هیچ کس نمیتونه به صراحت بگه تقصیر کیه و حالا پوتین هم یه مراسم بزرگ داشته، خلاصه پر رنگ و پر مایه رو هم براش میگیره، یه 2 کیلو اشک و آب غوره رو هم میچکونه و بعد دیگه تموم میشه، دیگه داستان تموم شد.
حالا خب تا ببینیم چی میشه، امید به خدا. بله، حالا چیزه، حالا دوباره ما میایم وقتی بیشتر میدونیم، حالا تفسیر دیگه خواهیم شد. چه بسا تفسیر دیگه ای خواهیم داشت. آقای دکتر از شما تشکر میکنم، من برم ببینم میتونم این برنامه رو با این اینترنت فشلمون پستش کنم. دستتون درد نکنه، خسته نباشید. شب موقع شب شما بخیر. شب شما خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.